باخته تا اینجا. بعد چیز موبین یا نه با دوتاشون هم که حرف زدم با هم، یعنی تقریبا یه جورایی این مدت با هم رقیب تمرینی بودن، یعنی اگه بخوام خلاصه بهتون بگم، یعنی همدیگر کامل میشناسن. فکر نکنم مسئله دانلود مطرح باشه، دانلود بازی کردن حریف مطرح باشه تو این بازی. بعد بریم که ببینیم چطوریه داستان. لیروی مچاپ خوبیه جلو ایدی، متاسفانه ایدی یکم کلن ضعیفه و لیروی هم که چیز ضعفی نداره، ولی خب موبین خیلی خوب ظاهر شده، واقعا خیلی خوب بازی کرده، یعنی شگفتی بوده تقریبا اینجوری میتونم بگم. البته خب همه میشناختیم بازیشو، ولی با این حالت بالا اومدن واقعا کار خیلی سختیه. خوبم دانلود کرده. آره دقیقاً همونو میگم که راند اول دوم بیشتر باخت و راندای بعد کامبک کرد. واقعا ستای دوم خیلی بازی خوب تغییر داد. خیلی هم جوونه، تازه هم راه افتاده. خب بریم راند اول. خب از اول تو استنس. خب آرش بکتش میکنه. حالا آرش هم دادن بکتش شد. مدل چه عوض کرده؟ خب 1 2 خب من تا اینجا که دارم میبینم آرش میخواد با پوک نظر زیاد بره تو حالت چیزش، تو استنس هندستندش که بتونه بازی دست خودش نگه داره، و موبینم سعی میکنه تو فاصله که ایجاد میکنه تو اون فاصله بتونه بره تو استنس و وارد حملاتش بشه. حالا ببینیم کدوم موفق تر عمل میکنه. بله فلوت. خب احتمالا میسیم بود بوده، ولی به هر حال بله دستو میده این بازی کن. بله چه بلاک خوبی میکنه، سیزن فرمی عالی، سیزن فرم واقعا خوب شد که بهش این بال کامبوی جدید رو دادن. آره هیچ بال کامبوی نداشت این کارکتر قبلی نوستان، نیاز داشت. آره بلاک خوب تمام میکنه، ولی خب شانس میاره، یا شانس میاره یا میدونه که تو اون رنج نمیخوره. امروز مشکلات هیت باکس واقعا داره نمایان میشه. کامبوی اشتباهی میزنه به نظر من، میتونست تمام کنه. بله من احساس میکنم آرش کامل آماده نیست جلو ادی، چون دارم میبینم الان اونجا مشنگ ضربه لو بود، فقط باید لو پری میکرد. احساس میکنم کامل لب نکرده این کارکتر رو، ولی به هر حال آرش توانایی تغییر خیلی خوبی داره، مطمئنم میتونه بازی رو واقعا بازی کنه خوبی. مثل اینکه کاملا لیروی رو میشناسه و اصلا آماده است که 13 فریم رو بزنه، یعنی تا دید میشینه. حالا این خیلی کامبوی پردمیجی میخواد باشه، اگه به دیوار بعدی برسه که فکر نکنه. نه خیلی دوره. خب به حملات تمام بهترین ضربه ادیه میشه گفت تقریبا این ضربه. خب بازی اول قاطعانه میبره، یعنی هر واسه گفتن نمیذاره. حالا ببینیم که آرش میخواد چه تغییری اعمال کنه. بعد بازی قبلی با خود منم دیدین که کونیمیتسو هم برمیداره، یعنی خب احتمال این هم هست که کارکترش بیک کنه، و همه هم به آرش و به درایش میشناسن، یعنی خب الان یعنی سه تا آپشن داره آرش واسه پیک کردن. حالا ببینیم که چی انتخاب میکنه، ولی من احتمال میدم که با همون لیروی بمونه. فکر نکنم دراگو بگیره چون 13 فریم خوبی داره برای نه پانیش نمیکنه اونو، برای اینکه 13 فریم ادی اولیش هایه، دراگ پای مثلثو که میزنه حالت نشسته است، به خاطر همون نمیتونه با اون پانیش کنه، این مشکل واسه است. ولی خب آپشن دیگه خوبی داره جلوش، ولی به هر حال میگم که اون قضیه پای مثلث کارگر نیست جلوی این. خب ببینیم کیو پیک کرده، چه تغییری اعمال کرده، یا فقط خواست فکر کنه چیکار کنه برنامه، یا اینکه فقط استیج رو عوض کرده. بله کارکتر جالبی رو پیک میکنه. برایان سورپرایز بود. برایان باز عزیزمون هم که این کنار نشسته، خسته. برگزار کننده تورنمنت خسته کوفته خودش داره نظارت میکنه، بهش میگیم واقعا زحمت قشنگ داره الان نظارت میکنه به برایانی که میخواد ببینه، ببینیم که چطوری پیش میره. پیک خوبیه جلوی ادی، مثلا میتونه خوب فلوتش کنه از اون استنس اگه اشتباه نکنه، بعد کنترل خوبی هم تو فضا داره. به نظر من بیشتر بسیاری بازی خودش داره، یعنی فرقی نمیکنه دو حالت. به نظر میاد که موبینم شناخت کافی از برایان داشته باشه 100%، چون موبین من و موبین و سبلان با هم خیلی سشنهای طولانی با هم بزنیم بازی میکردیم، یعنی فکر نکنم هیچ ضعفی از لحاظ شناختی در مقابلش داشته باشه، ولی خب همه چی شناخت نیست. ببینیم که چطوری میشه. یه کانتر خیلی زیبا، های دمیج. بله فکر کنم به خاطر همین دلیل پیکش کرده که بتونه فلوتش کنه از اون استان.
پانچ دفعیم خیلی خوب، ولی خیلی مسلط داره بازی میکنه، ولی خب در این یک کانتر سنگین میخوره به دیوار نچسبه. برایان هم که این سیزن از اون کاراکترهایی بود که وحشتناک باف شد، خیلی قوی شده الان. خب راند اولو میگیره، خوب هم میگیره، حالا ببینیم که آیا موبین عادت میکنه به این تغییر یا قراره مشکل برو کنه، شاید هم بخواد کارکترش رو بس کنه. فعید میدونم چون وقتی با کارکترش، ولی هنوز هم بازی تموم نشد، نمیتونیم نه اصلا بسی اونش داره. باید ببینیم که میتونه موبین آدابتش یا نه. موبین هم که دیدیم معمولا خیلی خوب آدابته میشه وقتی که بله گیم دوم میره، بله داره خوب میکساب میکنه، بله فلوت خوبی میکنه آرش و تمام. خب دو راند خوبی رو میگیره، موبین نتونست زیاد کاری بکنه برخلاف انتظار ما، ولی خب امکان هم داره کارکتر عوض کرده یکم بکشه تا خودش پیدا کنه. ببینیم کجا پیش میره. یه لانچر خیلی خوب دراپ میشه، خیلی عجیبه، من فکر نمی‌کنم دراپ بشه. یه گرب فکر کنم موبین برگشت. ببینیم چه طوری پیش میره. اون ضربه فول های کراشه، به خاطر همین توالات استندینگ وقتی میزنه نمیتونی با جاب چالنجش کنی. شروع میکنه به حملات پشت سر هم و ادی میتونست تموم کنه اونجا. خب این گرب تموم. خب این راندو خیلی خوب میگیره آرش، این حرف واسه گفتن نمیذاره واقعا. ببینیم حالا موبی که خیلی خوب تغییر اعمال میکنه همیشه، ببینیم آیا این سری هم تغییراتش جوابگو خواهد بود یا نه. من به نظرم میتونه اصلا نباید کارکترم عوض کنه، چون با خود همین ادی خیلی کار کرده آماده است. با ادی خیلی آماده است و تا الان هم هر باختی که اول داشته بعد تونسته با ادی جو بران کنه. یعنی مسئله اون دانلودینگی که از فرد میکنه، فکر کنم تالا با برایان آرش بازی نکرد. من یه مطلبی حالا الان به ذهنم رسید، نظر شخصی من داده آرش زیاد با کارکترش کار خاصی نکرد، بیشتر فقط منتظر و موبیل داشت اشتباه میکرد این بازی. یعنی از چیز خاصه برای من ندیدم استفاده کنه، حتی هچت کیک هم نزد. اینم در نظر بگیرید که هچت کیک هم لانچ میشه توسط ادی به خاطر 13 فریم لانچری که داره، ولی به هر حال از چیز خاصه برای من ندیدم استفاده کنه. یعنی بیشتر موبیل خودش با پای خودش رفت و تلهایی که با موومنت گذاشته بود آرش. حالا ببینیم بازی به کجا ادامه پیش میره. خب مپ چیزه فکر کنم دوچنه مشکل. آخ بله مپ قراره مشکل بخورم. باید بگیم که جلو رو بگیرم و اف پی اس دراپ نباشه تو این بازی. یکی به موبین زفت گوشه من رایتل رو چیزه ببینیم الان شاید بخواد بازی کنن. نه باید خب مثل اینکه با هم هنگ کرده همه هنگ هم باید باید خدا شد. اونو بچه ها بی زحمت تو مطلع هم توضیح بدیم. این مپ رو متاسفانه مشکل داره پی سی آرش و اف پی اس دراپ میده و نمیشه بازی کرد، بخاطر همون متاسفانه باید این دست رو همینجوری بدون حساب کتاب، یعنی هیچ اتفاق نیفتاده، همون یکیه که ادامه میدیم تا مپ عوض شه و باز به بازی خودمون ادامه بدیم. این جزو وین یا لوز نبود، فقط خواستیم مپ رو عوض کنیم دوستان. از بچه ها گفتن که استیف خوبه جلو برایان. بله خوبه، کسی بله در جریان ایمانش میدونیم این دست حساب نیست. بله بچه ها میگفتن که راجع به استیف حرف زده بودن. استیف پیک خوبیه، میتونه با سونیک فنگش هم خوب ویف پانیش بگیره از اوربیتال و تری پلاس فور برایان، ولی خب اینم در نظر بگیرین که اگه بتونه تایمینگتون رو دانلود کنم بدل برایان خیلی اذیت میکنه استیو. اونجوری هم نیست که فکر کنیم با عقب گرفتن رد میره ضربه های ها، میتونه کنسل کنه و زیر بزن، به خاطر همین این مسئله هم هست. ولی خب من به شخصه نمیدونم، ولی بچه ها میگفتن که بدل گرفتن آرش خوبه، تایمینگ ها رو خوب پیدا میکنه. اگه اینجوری باشه واقعا مشکل میخوره اگه بخواد استیف پیک کنه جلو بره. فکر نکنم کارکترش رو بخواد عوض کنه. نه خود چون دست قبلا ادیو داشت فکر نکنم عوض کنه. فکر نکنم آره انداز قانونی هم نتونه عوض کنه. تمام ادی یک یک
همون مپی هم بود که جلو مسعود ساقی بازی کرد مبین، اشتباه نکنم. آره همین مپ. آره همین مپ بود. دیامو دی سیریو. این مپ مپ میگله. وقتی میگل رو ریلیز کردن این مپ هم همراهش دادن اگه اشتباه نکنم. ولی تو استوری چیز بود؟ آره تو استوری کلادیو بود ولی تو ریلیزش این دوتا رو با هم معرفی کرد. این هچه که خوب میزنه. این والوانس ایده خیلی خوبه و میکسانه خیلی زیاد خوشش داره. بله یک کراش خیلی حساب کتاب شده دارن همینگره و اسپیسی میکنم این وارد میشه با استنسش. دفاع موبین تا اینجا خوب بوده. آرشه که عقبه الان باید یک کاری بکنه. بله فرصت خوبی بود ولی خب نتونست. البته اون خودش هم 13 تا لانچ میشه بست. ایدی هم میتونه لانچش کنه. آره لانچره ولی خودش هم لانچ میشه جلوی ایدی. شانس آورد اونجا تقریبا موبین. یه پاور پوش خیلی خوب. پوشش گارانتشه نمیتونه بزنه. این به خاطر اینه که کارکتر مینش نیست و داره اشتباه زیاد میکنه. بعد یه فرصت ویرپانش خیلی خوبی از دست میده. یه کامبو. کلا ایدی از واسه کامبو خیلی مشکل داره. برخلاف تگ دو. ولی یه سنیک هچ میزنه. مومین هم خیلی خوب میگیره. الان مومین کاملا باز سوار شده رو بازی. دوباره سوار بازی شده. میخواد که بیاد و فینال رو بگیره. گراب وان پلاس دو رو رد نمیده. ولی مکس خیلی خوب میکنه. خیلی خوب داره اذیت میکنه آرش رو. آرش الان قشنگ کاملا بدون جواب نسبت به حملاتی که مبین داره و این خبر خوبی نیست. حالا ببینیم که میتونه کاری بکنه. به نظر من پیک برایانش کار درستی نبود. حالا باز خودش خیلی بهتر میدونه طبیعتا شرایط خودش رو. بله یه لانچ خیلی خوب. یه چیزی دیده که پیک کرد. الان اگه ببینی هم اون دراپ کامبو همش به خاطر اینه که کارکتر مینش نیست و این قضیه هم حالا میتونست تمام کنه. تمام. دو یک به نفع آقای مبین میرزایی. دوستان بازی فرست تو تیری هست. یک بله. راند دیگه مونده. فرست تو تریه. هر کی سر البته شد. برای آقای مبین میرزایی یک راند دیگه. بله. و اینم بگم که یه بازی هم وسط تست مشکل سیستم بود. اونو حساب نمیشه. الان اون 3 که بغل جی پکس میبینین که مبین عزیز میبینین اون حساب نیست. اینم بگم که در جریان باشن دوستان. دوستان یه چیزی من بگم. حالا میدونم خیلی ناخوشی های سر همین قضیه کانکشن پیش اومد. حتی من خودم هم بازی اولم جلوی مبین عسکری خیلی به مشکل خورد. این داستان ها به هر حال چندین دلیل داره. یکی اینکه خب ناچارن داریم تو ایران زندگی میکنیم، کانکشن ما خیلی خوب نیست. بعد یکی هم که خب تورنمنت اولمونه، انشالله میتونیم راهی خیلی خوب پیدا کنیم که این مشکل رو جبران کنیم. ببینیم که چه اتفاقی میفته. ناامید نشیم، به هر حال این مسائل همه رو باید حل بکنیم. و کانکشن تکن هم هارادا، اینم بگم داخل پرانتز، هارادا قول داده که باز یه آپدیت میخواد بده و کانکشن ها رو بهتر کنه. یعنی از اینم قراره بهتر شه. ناامید نشین از تورنمنت های آنلاینی که میخوایم برگزار کنیم. به هر حال یه راه سخت و مشکلیه، هم به خاطر ایران بودنش هم به خاطر تکن بودنش. تکن خودش هم خیلی مشکلات کانکشن داره که اونا رو حالا به مرور زمان حل میکنیم بچه‌ها. بله آرش میره کونیمیتسو رو میاره. کونیمیتسوی که فقط یه بار اونم جلوی من دست آخر آورد. ببینیم آیا موبی میشناسه، چون آخرین کارکتر و آخرین دی ال سی بوده که هست اومده. ببینیم آیا میشناسه موبی یا نه. حالا این گرفت خیلی قرار اذیت کنه من احساس میکنم و آرش هم خیلی علاقه به این گرفت. خیلی خوب کامبو، خیلی خوب نمیره باکسمه، کامبو های دمیج میزنه. احساس میکنم که موبی نمیشناسه کارکتر، چون اونجا باید پانش 13 میزن. حالا ببینیم که چطوری پیش میره. یه دنه دیکشب خوب میزنه. حله خیلی عجیب قریب لانچشو میگیره. های دمیج نبود ولی خوب. خب از اون حالات فلوت از اون بیشتر میزنه. خب موبین باید تو این شرایط که من احساس میکنم کامل نمیشنسه باید یکم بیشتر حمله کنه جلوش. واقعا نمیتونه با این حالت دفاع بگیره جلو این بازی. بله ریجارت میخوره و میکنه. میخوره اصلا باید بکشه. اون که میکشه 100 درصد. خب یک یک
میریم که رانده صدا بناشته بشیم. ریسک خیلی بزرگی میکنه ولی خیلی هم خوب جواب میگیره. خیلی عالیه، من خیلی خوب داره بازی میکنه. مکدهش خیلی صبورانه داره صبر میکنه. عالیه. نه 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 اون نمید بزنه، اون منفی 10 تا میخوره، اونم فاصله خیلی نزدیک نمید بزنه. احساس میکنم آرش هم یکم هول شده، یکم استرس داره احساس میکنم آرش هم. الان عقل اختقامی خیلی داره اشتباه میکنه. اون ضربه رو میتونی دومیشو یا پری کنی یا هم میتونی سومین ضربه رو ساید راست بدی، ولی خب متاسفانه هیچ کدوم از این آپشن ها رو موبین اجرا نمی کنه. حالا ببینیم که میخواد چه برنامه بریزه موبین در مقابل کارکتری که نمیشناسه. بله یک کراش خیلی خوب از موبین، از این ضربه امروز خیلی سود برده موبین. موبین واقعا خیلی خوب اون ضربه بچه ها رو اذیت کرده، ولی یه ریسک گنده میکنه ولی میگیره. یکی هم احساس میکنم بازی خیلی احساسی تر داره پیش میره و منطق بازیشون کم شده، ولی به هر حال ممکنه به خاطر استرس تورنمنت باشه. ست پوینت احتمالی برای موبین. ببینیم که چیکار میکنه. خیلی صبوره، منتظره که بیاد به سمتش. بله چه خوب پیک میکنه، من فکر نمیکردم اون ضربه اونجوری پیک کنه. بله چند داره از ناشناسی این داستان سو استفاده میکنه. آه بدن خیلی خوب، یه ریسک خوب میکنه و لانچ هم نمیکنه با آرش. چه خوب رد میده این گرگو. ببینیم آیا میتونه یه کاری بکنه. خب اگه اون ضربه میخورد تموم بود. دو یا دو یک فاینال گیمشونه. واقعا خیلی خوب پیش رفتش. بزن اینجا یک تایپ نمیدونمشون. میدونم میدونم خودشون گفتن. خب به نظرم موبین باید با همین ادیت بمونه و نره رو. اگه توجه کرده باشی کاراکتر رو که عوض کرد با ادیت دوباره تونست برایینش رو بزنه، بعد دوباره یکم میکشه دانلود کنه، ولی خب بالاخره جوابشو گرفته تا الان. آره. فقط یه مسئله‌ای که این سری هست و من دارم کاملا احساس میکنم اینه که موبین ضعف شناختی داره جلوی این کاراکتر. احتمالش هست، ولی موبین خیلی بچه زرنگیه، احتمالش هستش که متوجه شده باشه. دقیقاً ممکنه سبک بازیشو دانلود کرده باشه. احتمالش هست. ببینیم که چطوری پیش میره. دوستان نظر شما چیه؟ کامنت کنید. ما اینجا میخونیم کامنت ها رو. خب بالاخره دوستان چنج کردن کاراکتر یه مسئله ای که هست، هیچ کم نمیتونه منکرش باشه، قانون بازیه. یعنی کسی که میاد تورنمنت باید همه کاراکترها رو بشناسه، یعنی این یه داستانیه که بالاخره هر تورنمنت پلیری باید باش کنار بیاد و سریع هم آدافته بشه. حالا بریم که ببینیم چطوری پیش میره و کی قراره برنده این دوتا باشه. صدا اگه خوب نمیاد من یکم میکروفون رو ببرم بالا ولومشو. خب بریم بازی ببینیم چی کار میکنه. بازی آخر یه بلاک خوب از آرش، بازی زیر خوب میزنه، خیلی خوب پانیشش میکنه واقعا. بله گرب خوب رد میده، پانچش خوب آره فوق العاده از موبین. همونطور که گفتم موبین خوب دانلود میکنه، واقعا این کارش خیلی زیبا بود. بله و از اونجایی که میدونه هیچ پانیشی نمیتونه الان پیدا کنه آرش باسش، ریسک زیادی میکنه، نباید اونقدر ریسک میکنه. فوق العاده بود از آرش. بله همه رو باید بخوره، گارانتی دو تا جلو مثلث هم گارانتی بود. ولی خب بله یه بلاک خیلی خوب، فکر نکنم بخواد بالا بشکنه. بله کونیمیتسو یه مشکل عجیبی که داره، من همش برخوردم، هیت باکسش یه جوریه که ضربات نمیخوره بعضی وقتا بهش. نمیدونم متوجه شد که 10 فریمه. نه اونو میدونست، چون میدونست دوره نمیزد.
اعتماد میداد شاید یه فلوت بسیار عالی و تمام رو گرفت. بله صد درصد. خب ببینیم آیا مووی میتونه برگردونه بازی دو هیچ عقب و ست پوینت برای برش خدا دوست. خب کانتر شد، کانتر خیلی خوب. مووی اگه اجره نکنه میتونه نتیجه بگیره. عالیه، ویرپانش فوق العاده از موبین. هنوز موبین زنده است و داره فکر میکنه که این بازی رو ببره. تموم نشده واسه موبین. آیا این گرام رد میده؟ نه. چه جای حساسی هم گرام رو میخوره. ببینیم چیکار میکنه. ریج هم نداره. برای ریج گرفت. رد میکنه. خب میکس اپ آخر. آیا چی میشه؟ پانیش. نه اون چنان تمام. وای اشتباه وان اچ پی. وای فولا این بازی حساسه. خب آرش ببینیم چی کار میخواد بکنه. آرش هم خیلی همیشه حواس جمع بوده و واقعا اعصاب به قول لیرا نرو تورنمنتش خیلی خوبه. ببینیم میخواد برگردونه بازیو. خیلی خوب داره حمله میکنه آرش. واقعا بازی هیجانی شد. میکسا کامبو سخت میزنه. آرش ببینیم میخواد چیکار کنه. پشت به دیواره گرم رو رد میده. او یه دونه اوربیتا میده. چشه برم نمیشه من استرس بازی به رفت. بله تو استنس آرش کانتر میشه فکر کنم تمامه. خب رفتیم برای فاینال فاینال رام. ببینیم آرش میتونه کاری بکنه. آرش احساس کنم میکنم استرس گرفته. بله گرم رو میزنه. خوب شروع میکنه. خب چیکار میکنن؟ الان فاصله گرفتن. آرش طبیعتا فکر میکنه که یه جوری نزدیک بشه. خب رفت تو استنس میگیره بهش. خب میخواد چیکار کنه؟ فولاد خوب سر میکنه. آرش عجولی میکنه اون صحنه. کامبو سیزن 4. بله یه کامبو فولاده از آرش. ببینیم چیکار میکنه. واقعا اینجا دیگه خیلی حساسه. هر یه اشتباه کوچیک میتونه حذف شه. فکر کنم نه تمام نمیشه. فکر نکنه تمام بشه. تمام نشد. واقعا عالی بود این بازی. فوق‌العاده اصلا نمیشه حرف زد. دقیقا یاد تی دبلیو تی بازی اویس هانی و لوهای بود. واقعا فوق‌العاده بود. واقعا عالی بود.